سلام بر شما به خبر 8 صبح خوش آمدید. بررسی کلیات لایحه بودجه دخل و خرج سال آینده کشور در مجلس. امروز رئیس جمهور برای دفاع از بخش نخست لایحه به بهارستان می رود. تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان روی میز شورای امنیت سازمان ملل. نماینده ایران در سازمان ملل: پاسخ ما به رژیم صهیونیستی کاملا منطبق با حقوق بین الملل خواهد بود. آمریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی است. و حمله موشکی حزب الله لبنان به محل تجمع نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان. نیروهای مسلح یمن هم 2 ناو و 1 کشتی را که عازم بنادر اشغالی بودند هدف قرار دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح و روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با این مجموعه خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور به مجلس می رود تا از کلیات نخستین لایحه بودجه دولت 14 دفاع کند. دولت بخش اول لایحه بودجه را به مجلس داده و این بخش از تصویب کمیسیون تلفیق گذشته و به صحنه علنی رسیده تا به رأی عموم نمایندگان گذاشته شود. لایحه بودجه‌ای که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت 14 و رسیدگی بودجه‌ای مجلس 12 اون هم بر اساس قانون برنامه 7 به شمار میاد. این کلیات بودجه‌ای بدون جدول و ارقام نخستین بخش و چنین ویژگی‌هایی داره. از نکات برجسته این بودجه میشه اون شفافیت یک پارچه سازی کار هست. اصلاحات ساختاری در موضوع ارز و جلوگیری از رانت و فساد شدیدی که ما امروز در مناسبات ارز در کشور داریم. اینا چیزای مهمی است که اتفاق افتاده. واقعی تر کردن بودجه، توجه به مصارف واقعی معیشت مردم. اگر ما این خشت رو درست گذاشتیم، از این به بعد بودجه هم بر روی این استوار میشه. دولت هم در لایحه بودجه با بررسی متغیرهای اقتصادی هدف گذاری کرده که رشد اقتصادی رو افزایش بده و نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا کنه. بحث رشد اقتصادی، استمرار وضع موجود 2.5 تا 3%، اگر بودجه اجرایی بشه اون چیزی که دولت ارائه داد چیز حدود 4.4% رشد پیش بینی میشه. در مورد تورم، استمرار وضع موجود حدود 33%، اگر بودجه به همین شیوهی که الان لایحه تدوین شد همین هم تصویب بشه حدود 3%، یعنی 0.3% رشد تورم کمتر خواهد بود. کلیات لایحه بودجه 1404 کل کشور که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شد، قرار در جلسه علنی سه‌شنبه بهارستان با حضور رئیس جمهور بررسی بشه. حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحنه بهارستان. رئیس مجلس به دیدار خانواده پدر صنعتی موشکی ایران رفت. آقای قالیباف به مناسبت سالروز تولد پدر صنعت موشکی ایران و تقارن آن با ایام اقتدار نیروی بازدارنده موشکی ایران به دیدار خانواده شهید حسن تهرانی مقدم رفت. رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار خاطر نشان کرد: نه تنها من هر روز به یاد این شهید بزرگوار هستم، بلکه همه مردم ایران با دیدن صحنه‌های دلاوری قهرمانان عرصه هوا و فضا از این شهید بزرگوار به نیکی یاد می‌کنند. معاون اول رئیس جمهور بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته را راهبرد دولت در حوزه علمی دانست. آقای عارف در اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری گفت: هدف ما افزایش ثروت ملی و ایجاد مصونیت در عرصه‌های مختلف از طریق دستاوردهای فناوران است. اختتامیه المپیک فناوری. پارک علم و فناوری پردیس اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری و تجلیل از برگزیدگان و مدال‌آوران. مدال طلا گرفت؟ بله، مدال طلا شد. رشته هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت. از استان کرمان هستم. مدال طلای المپیک 2024 رو دریافت کنم. چی ترا کردی؟
ربات جنگجوی هوشمند. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه به دنبال جلوگیری از دخالت‌های نهادهای غیر مرتبط در امور علمی هستیم گفت برای رسیدن به جایگاه علمی اول در منطقه به عزم ملی نیاز داریم. جوانان خلاق و مبتکر و آماده بکار میدون نمیدیم، کم میدون میدیم، میدانداری نمیکنن. دسته که بیشترین دستاوردهای عالی علمی متعلق به جوانان هست. معاون اول رئیس جمهور سوالی هم از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشت. چرا ما نتوانستیم علی‌رغم داشتن امکانات، پتانسیل ها به جایگاهی که باید برسیم برسیم؟ و پاسخ دکتر افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این سوال. هر فناوری که مد نظر باشه رو نقطه‌ای میتونیم اون رو به اوج برسونیم، ولی وقتی که اینها رو میخوایم به صورت زنجیر ببینیم تو این ناتوانیم. ما این قسمت رو باید تقویت بکنیم. معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه المپیک فناوری با تاکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت قرار در 2 ماه آینده یک تلاش معناداری برای توسعه و ساماندهی هوش مصنوعی در کشور انجام بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. سفیر و نماینده ایران در نشست شورای امنیت گفت پاسخ ما به رژیم صهیونیستی کاملا منطبق با حقوق بین الملل خواهد بود. آقای ایروانی گفت حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم اسرائیل همراه با مانع تراشی آن در اجرای وظایف شورای امنیت این رژیم را وقیح‌تر کرده تا به جنایت‌ها و تجاوزهای خود در غزه و لبنان و اکنون علیه ایران ادامه دهد. سعید ایروانی تجاوز هوایی اسرائیل به ایران را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و تاکید کرد آمریکا شریک جرم رژیم اسرائیل است و عواقب آن را نیز متحمل خواهد شد. فودسونگ نماینده دائم چین حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و تاکید کرد اقدام اسرائیل ناقض تمامیت ارضی ایران و تهدیدی علیه ثبات در غرب آسیا است. نماینده روسیه هم با ابراز نگرانی از اقدام‌های رژیم صهیونیستی در منطقه از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات تحریک‌آمیز خود را در منطقه متوقف کند. نبنزیا افزود اسرائیل حملاتش را با هماهنگی آمریکا علیه ایران انجام داد. نماینده الجزایر نیز حمله‌های اسرائیل به ایران را نقض صلح بین‌المللی دانست و افزود نیروهای اشغالگر اسرائیل باید به خاطر جنایت‌هایشان محاکمه شوند. اما نماینده آمریکا با ادعای اینکه واشنگتن در حمله اسرائیل به ایران شرکت نداشته است، بار دیگر بر حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی تاکید کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی به درخواست ایران و حمایت 3 کشور عضو شورا، الجزایر، روسیه و چین برگزار شد. اما حزب الله لبنان در بیانیه از حمله پهپادی به تجمع نظامیان صهیونیست در 3 شهرک کفر جلادی، المناره و زرعیت و حمله موشکی به شهرک‌های اشغالی کریات شمونا و رشبینا خبر داد. در این بیانیه آمده رزمندگان مقاومت 30 عملیات موشکی پهپادی و خمپاره‌ای علیه شهرک‌ها، پایگاه‌ها و تجمع نظامیان صهیونیست اجرا کردند. رسانه‌های صهیونیستی هم از شلیک بیش از 150 موشک از لبنان به سوی سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هلاکت 90 نظامی صهیونیست و زخمی شدن 750 نظامی دیگر از آغاز تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داده. در این بیانیه از انهدام 38 تانک مرکاوا، 4 بلدوزر نظامی، خودروی هامر، خودروی زرهی و 1 نفربر تا کنون هم آماری داده شده. به اینها باید اضافه کرد سرنگونی 3 پهپاد هرمس 450 و 1 پهپاد هرمس 900 را. مقاومت اسلامی لبنان با اشاره به افزایش عملیات رزمندگان در روزهای اخیر افزوده یگان موشکی حزب الله در 4 روز گذشته 103 عملیات اجرا کرده که عمق آن به 145 کیلومتر تا حومه جنوبی تل‌آویو رسیده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای مسلح یمن برای یاری مردم فلسطین و لبنان 3 عملیات دریایی ضد دشمن صهیونیستی اجرا کردند. یحیی ساری گفت در نخستین عملیات کشتی SC مونترئال در جنوب دریای عرب با 2 پهپاد هدف قرار گرفت. در عملیات دوم ناو مارس کلون در دریای عرب با موشک بالدار هدف اصابت دقیق قرار گرفت. در سومین عملیات ناو موتارو در دریای سرخ و باب المنده با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفت. و افزود این کشتی ها به این علت هدف قرار گرفتند که شرکت های مالک آنها تصمیم ممنوع بودن ورود به بندرهای فلسطین اشغالی را نقض کرده بودند. گروه مقاومت عراقی موسوم به گردانهای اولیای دم با پخش تصاویری از حمله پهپادی به 2 هدف حیاتی در جولان اشغالی و منطقه شمال تبریا در فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد به درهم کوبیدن مواضع دشمنان تا توقف تجاوز به غزه و لبنان ادامه می‌دهد. شمار زیادی از شهرک نشینان و خانواده های اسیران صهیونیست با تجمع مقابل کنست در قدس اشغالی بر کناری نتانیاهو را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان به سیاست های جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او و بیتوجهی آنها به جان اسیران اعتراض کردند. توقف فوری جنگ و امضای توافقنامه مبادله اسیران صهیونیست با گروه های فلسطینی در نوار غزه از دیگر خواسته های صهیونیست های معترض بود. همزمان رئیس مخالفان کابینه نتانیاهو در جلسه افتتاحیه کنست با هشدار درباره فروپاشی اقتصاد اسرائیل گفت نتانیاهو و کابینه او به اندازه‌ای باعث تضعیف اسرائیل شده که تاکنون سابقه نداشته است. مرکز امنیت و امور خارجه اورشلیم در تازه‌ترین گزارش خود درباره ضرر اقتصادی رژیم صهیونیست در جنگ غزه و لبنان نوشت کاهش تولید ناخالص داخلی به علت گسترش جنگ موجب ضرر 17 میلیارد دلاری این رژیم شده است. بر اساس این گزارش تنها 20 میلیارد دلار برای بازسازی ساختمان‌ها در سرزمین‌های اشغالی باید اختصاص یابد. خبر بازگشت به سرزمین‌های اشغالی و پایان مأموریت نسل‌کشی در غزه تازه به گوش این گروه از نظامیان ذخیره رژیم صهیونیستی رسیده. قرار است به شغل‌های قبلیشان بازگردند. اسوسییتد پرس درباره فراخوان نظامی شهرک‌نشینان و پیامدهای اقتصادی آن در طول حدوداً 13 ماه اخیر می‌نویسد: فراخوان و تمدید خدمت سربازی باعث کاهش عرضه نیروی کار و تأثیرات منفی اقتصادی شده. نگرانی های امنیتی همچنین مانع از سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید می شود. کاهش نیروی کار البته بخش کوچکی از ضرر اقتصادی صهیونیست ها در جریان تجاوز به غزه و لبنان است. اختلال در پروازهای خارجی صنعت گردشگری را هم به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده. آثار جنگ در برخی از حوزه ها شدید بوده، مثل گردشگری که تقریبا از بین رفته. ساخت و ساز از طرف پیمانکاران خارجی هم متوقف شده و ما در وضعیت انزوا قرار گرفتیم. اسوسییتد پرس همچنین می نویسد: اسرائیل برای هزاران نفری که مجبور به ترک خانه های خود در نزدیک مرز غزه و بخش های شمالی شدند، هزینه اسکان پرداخت می کند. درباره هزینه های جمعیت 200,000 نفری آواره که اسوسییتد پرس به آن اشاره می کند، CNN توضیحاتی تکمیلی دارد. مجموع هزینه اسکان آوارگان صهیونیست به علاوه ارزش تسلیحات وارداتی تا پایان سال آینده میلادی به 66 میلیارد دلار میرسد. هزینه ای معادل تقریباً 12% از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی. هزینه های مربوط به تأمین تسلیحات از هزینه اسکان آوارگان کمتر نیست. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در یک گزارش تحقیقی درباره هزینه های نظامی جهان نوشت: هزینه نظامی ماهانه اسرائیل از زمان شروع جنگ در غزه به طور قابل توجهی افزایش یافت و از میانگین 1.8 میلیارد دلار
پیش از 7 اکتبر به 4.7 میلیارد دلار در دسامبر 2023 رسید. با توجه به افزایش بیش از 100% هزینه‌های نظامی و کاهش 20% تولید ناخالص داخلی، پیش بینی می شود کسری بودجه اسرائیل تا پایان سال میلادی بیش از 2 برابر شود و به 10% از بودجه سالانه برسد. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور آفریقای جنوبی دوشنبه اعلام کرد کشورش پرونده اسناد و شواهد مربوط به اقدامات رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرده است. سیریل رامافوسا گفت این پرونده دارای شواهدی است که نشان می‌دهد اسرائیل پیمان نسل کشی را نقض کرده است. آفریقای جنوبی در عریضه‌ای که تقدیم دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه کرد، استدلال کرده رژیم اشغالگر به بسیاری از بندهای پیمان جلوگیری از جرم نسل کشی عمل نکرده و تعهدهای بین المللیش را زیر پا گذاشته است. آفریقای جنوبی تا کنون با تنظیم چندین شکواییه صدور اقدامهای موقت علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه را خواهان شده است. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند انواع شیرالات صنعتی را طراحی و تولید کنند. افزایش ایمنی، ارتقاء کیفیت و قیمت ارزان‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی از مزیت‌های این محصولات دانش بنیان است. بیش از 40 ساله که صدای چرخ‌های این صنعت به گوش می‌رسه. با محصولاتی که شروع کرد، شیرهای سیلندر گاز بود، اجاق گاز بود. چرخ‌هایی که در راستای استقلال اقتصادی کشور و خودکفایی صنعتی می‌چرخند. ما در هر شیفت به صورت میانگین 4 تا 6 هزار عدد شیر بر مبنای 1/2 تولید می‌کنیم. این شرکت که با دستان توانمند 80 نیروی کار ماهر انواع شیرالات برنجی کشور رو تولید می‌کنه، این بار شیری تولید کردن که قبلا وارد می شده. شیر 4 اینچ فلکه‌ای کشویی ما اولین بار در ایران به روش فرش تولید شده. نمونه‌های خارجی حدوداً 85% دبی رو دارن و این شیر 100% دبی، یعنی برای 4 اینچ حدود قطر 100 میلیمتر رو دارا هستش. حالا با ارتباط صنعت و دانشگاه قدم در مسیر توسعه بیشتر گذاشتن. تونستیم تو این سالها شیر سیلندر جایگاه‌های سوخت CNG رو در دانشگاه علم و صنعت ثبت اختراعش بکنیم و از همین طریق دانش نماد و شرکت دانش بنیان شناخته بشیم. کار دانش بنیان که انجام شده تونسته ایمنی در حقیقت جایگاه ها رو افزایش بده. وجود آزمایشگاه مجهز در این شرکت موجب شده کیفیت حرف اول رو بزنه. اون نمونه شیری که از گمرک فرستادن آزمایش کرده ایدونا. بله، من توی آزمون استاکر هسته. بله، در حال انجام هست. کیفیتی که مسیر موفقیت رو هموار کرده. سال 98 به عنوان واحد نمونه از دیدگاه سازمان آتش نشانی تهران انتخاب شد. از نظر کیفیت در سطح کشور در سال 88 اول بودیم، بعد حدود 12 بار در استان نمونه شدیم. تا جایی که این محصولات پا رو فراتر از کشور گذاشتن. سالیانه 500 هزار تا 1 میلیون عدد شیر به صورت غیر مستقیم صادرات داریم. نوآوری، طراحی و تولید در این شرکت به طور مستمر رونق داره. امروزه به 80 نوع محصول ما دست یافتیم. ما هر خب همونطور که در ابتدای خبرهای خدمت شما اعلام کردیم، قراره که کلیات لایحه بودجه 1404 در واقع دخل و خرج سال آینده کشور در مجلس بررسی بشه و رئیس جمهور کشور من آقای دکتر پزشکیان هم به بهارستان رفتند و در حال سخنرانی در صحنه بهارستان هستند. میریم به اتفاق به مجلس و بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس جمهور رو می‌بینیم و می‌شنویم. اما و اگر ما سعی کردیم این بودجه رو اول وارد به اصطلاح در زمانی که تعیین شده به مجلس ارائه بدیم. بودجه‌ای که ارائه دادیم شفافه. اون تبصره 14 رو که شما قبلا داشتید، 2 تا بودجه داشتیم. یه بودجه‌ای که نمی‌مد تو قاب اصطلاح حساب کتاب و صندوق، یه بودجه‌ای که ما حساب کتاب دست شما بود.
ما این بودجه رو شفاف کردیم، تجمیع کردیم و درآمدها و هزینه هامون هر چی که بود ارائه دادیم خدمت شما. یعنی برای اولین باره که بودجه رو به صورت شفاف همه اون پولهایی که در قسمتهای مختلف به طرق مختلف هزینه میشد در این بودجه ارائه شده در خدمت شماست. چهارچوب و استانداردی تعیین شده که بر اساس کدینگ شما میتونید به ردیف بودجه، استانش، عنوانش، هر چی که میخواید دسترسی پیدا کنید و اینکه چگونه با قانون برنامه و سیاست‌های کلی آن چیزی که نوشتیم میتونه ارتباط داشته باشه و میتونستیم ارتباط بدیم. این از نظر ساختاری است که تلاش کردیم ساختار بودجه رو تنظیم بکنیم و ارائه کنیم خدمت شما. در رابطه با ثبات اقتصادی تلاش کردیم دو تا موضوعی که باید بهش دقت می‌کردیم، یکی بانک‌ها بودن، یکی هم بورس بود. در رابطه بانک ما معمولاً دولت اگه کم پول می‌آورد از بانک‌ها قرض می‌گرفت، اونجا هزینه می‌کردن، تورم ایجاد می‌شد. ما نه تنها از بانک‌ها پول نخواهیم گرفت، 200,000 میلیارد تومان تو بودجه پول گذاشتیم که بدهی بانک ها رو بدیم. یعنی در حقیقت به بانک ها داریم بدهی هم که دولت داره پس میده پولش رو. از طرف دیگه سعی کردیم سرمایه و دارایی یه سری از بانک ها رو افزایش بدیم، کمک کردیم سرمایه بانک ها افزایش پیدا کنیم. سعی کردیم تکالیف اضافی تکلیف برای بانک ها تحمیل نکنیم تا جایی که ممکنه. بانک کار خودش رو انجام بده، ما وقتی تکلیف میکنیم بانک نمیتونه کار خودش رو انجام بده. در رابطه با بورس کاری که ما انجام دادیم، ما به جای اینکه اوراق به اصطلاح چاپ کنیم برای هزینه خودمون، بدهی هایی که سررسیده و سود اون اوراق رو باید پس بدیم، به اندازه‌ای که باید بدهیمون رو بدیم و سود رو بدیم اوراق چاپ کردیم. در حقیقت این اوراق ما به ازای بدهی است که داریم، نه برای درآمد دولت یا هزینه کرد برای دولت. این هم چیزی است که انجام دادیم، یعنی ما اوراقی اضافه هزینه به اصطلاح چاپ نکردیم. برای اینکه این کار رو هم بتونیم بکنیم، هزینه دولت رو بتونیم جبران بکنیم، کسری نیاریم، هم مقام معظم رهبری رفتیم اجازه گرفتیم یه مقدار از ارزی رو که باید وسط سال کسری می آوردیم، می رفتیم عرض تقاضا می کردیم و بعد از اینکه اعتراضات اجتماعی شکل می گرفت، دعوا و مرافعه شکل می گرفت، تازه عرض می گرفتیم. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته رفتیم اجازه گرفتیم و آوردیم تو بودجه. یعنی این بودجه آن چیزی است که ما می تونیم درآمد داریم و پول داریم و آن چیزی است که می تونیم هزینه بکنیم. تا جایی که امکان داشت بر این روال حرکت کردیم. در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم اولا مقررات و قوانینی هم که وجود داره در رابطه با این مسائل ثبات قانونی ایجاد کنیم، آیین نامه و مقررات رو هی عوض نکنیم، طرف ندونه تکلیفش با ما چی هست. مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌ها و شرکت‌هایی که در خصوصی به اصطلاح در بورس تلاش کردیم طبق قانون باید 25% مالیات میدادن، ولی ما همون 20% رو در نظر گرفتیم که مالیاتی که تولید کننده ها و اونایی که شرکت هایی که تو بورسن همون 20% بماند و اگر درآمد کسب کردن و این درآمد بردن این درآمد رو سرمایه گذاری انجام دادن، مالیات به اون درآمد تعلق نخواهد گرفت. یعنی اگر درآمدشون رو صرف سرمایه گذاری کردن مالیات لازم نیست بدن. و این روند رو تلاش کردیم که کمک بکنیم این اصلاح بشه. برای کسبه خب مالیات رو آوردیم مثل حقوق بگیرا 20% تا 24 میلیون مالیات ازشون نمیگیریم، از 24 میلیون به بعده که ما از اینا مالیات خواهیم گرفت. در رابطه با عدالت حالا به بانک‌ها کمک مالی کردیم برای اشتغالزایی، صندوق‌های اشتغالزایی رو بانک‌هایی که پول باید به اشتغالزایی بدن پول اضافه گذاشتیم که بتونن اشتغالزایی رو افزایش بدن، کمک بکنن. و در رابطه با گندم و نهادهای دامی کاری که ما برای گندم کاران انجام دادیم، خب امسال در بودجه 140 هزار میلیارد تومان پول برای پرداخت بدهی گندم کارا گذاشته شده بود.
220 هزار میلیارد ما باید خرید میکردیم. خب در وسط مجبور شدیم رفتیم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و عرض گرفتیم و ما بدهی های اینا رو دادیم. پاداش بازنشستگی رو این همین در رابطه مشکل داشتیم، اعتراض بود، میبایست میدادیم، پول دیده نشده بود یا اون چیزی که دیده شده بود ما به ازای اون نبود. 20 هزار میلیارد دیده شده بود، ما برای سال آینده 80 هزار میلیارد برای این روند اعتبار و پول گذاشتیم، 80 و چند هزار میلیارد تومان. مال گندمکارا رو 250 هزار میلیارد تومان ما پول در نظر گرفتیم که دیگه به موقع پول گندمکار بدیم، نه یعنی اعتراض بکنند و بگم پول ما رو ندادید. یعنی اون مقداری که از دست ما میومد سعی کردیم منابعی رو که داریم به اون اهدافی که باید بدیم در اقتصاد مشخصا به اون طرف هدایت کنیم. در رابطه با عدالت اون مقداری که از دستمون برمیومد، البته عدالت یه بحث بسیار وسیعیه، اینجوری نیست که من الان بگم عدالت یعنی همه چیزو درست کردیم، سعی کردیم 20% حقوق رو افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق 28%. او کسانی که هزینه بیشتری دارن، اهل و عیال بیشتری دارن، تا 40% حقوقشون افزایش پیدا کرده تو این روند، ولی متوسط افزایش حقوق 28% شده. و این یک نگاه به گروه و اقشار آسیب پذیره که تو جامعه بهشون ما نگاه کردیم و سعی کردیم اونا رو ببینیم. مالیات رو 12 میلیون تومان به بعد باید مالیات میگرفتیم، اینو افزایش دادیم کردیم 24 میلیون تومان که تا 24 میلیون تومان ما مالیات از این عزیزان نگیریم. از این طرف در رابطه با نهادهای به اصطلاح کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات سعی کردیم ارز به اصطلاح که باید به اونا پرداخت بکنیم اون ارز رو همچنان داشته باشیم که در دارو و کالاهای اساسی ما مشکل پیدا نکنیم. و این مطالب رو تا جایی که از دستمون برمیومد در عدالت، در ثبات اقتصادی، در توسعه و اشتغال و در اون ساختاری که باید انجام میدادیم با کمک از اینا همفکری و جنبندی که باید شکل میگرفت انجام دادیم. یه فرصت هایی برای یه سری کارا گذاشتیم که لازمش کمک همه شما، نه تنها شما بلکه همه اون کسانی که در سیاست و در علم و دانشگاه کمک میکنن، باید تو این روند همراهی کنیم. شما میدونید و ما میدونیم ناترازی در برق داریم، آب داریم، گاز داریم، پول داریم، یعنی همه این ناترازی ها نیاز به مداخلات علمی، کارشناسی و هماهنگی داره و باید هر اقدامی میخوایم انجام بدیم گروهی رو که از این مداخله ما ممکنه صدمه ببینه رو ما باید قبل از اون ببینیم و نذاریم اونا مشکل پیدا کنن. ولی لاجرم باید مداخله کنیم در خیلی از این مسائل و این چیزیست که نیاز داره شما به ما کمک بکنید. اگر با هم باشیم میتونیم این ناترازی ها رو حل کنیم. اگر این ناترازی ها رو نادیده بگیریم، الان یه برادر اومد بود مثلا برق فلان جا رو میخوام فلان به جای گاز مازوت بدن. ما ناترازی در برق داریم، در گاز داریم، همین الان بعضی از کارخونه ها رو گازشو نمیتونن بدن. خب باید بشینیم حل، این قابل قبول نیست برای ما. ما گاز و برق تولیدی رو قطع بکنیم، به هر شکل ممکن باید مشکل اونا رو حل کنیم. و بحث‌های دیگه ای که هست، امیدوارم شما عزیزان با هم فکری که خواهید کرد در این چارچوبی که ما دیدیم، بالاخره اون مقداری که در نظر گرفته بودیم اون چارچوب ها رو، این چارچوب ها چارچوب های اساسی است، در چارچوب قانون برنامه است، در چارچوب سیاست های کلی مقام معظم رهبری است. نهایتا اگر اینا رو ما بتونیم با هم دیگه کمک به هم دیگه بکنیم، خواهیم توانست از این بحران ها با قدرت و با سربلندی و عزت عبور کنیم. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، از همراهی شما، همکاری شما قلبا متشکرم. امیدوارم که دست به دست هم بدیم، خواهیم توانست حلش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.